سلام، سال نو مبارک. امیدوارم که سال خوبی رو پیش رو داشته باشین. خیلی از شما به ما ایمیل زدین که با محسن نامجو گفتگو کنیم. محسن نامجو مدتیه که از ایران خارج شده و الان برای ادامه تحصیلات در وین زندگی میکنه. چند ماه پیش اون اولین سری کنسرت‌هاشو در آمریکای شمالی به روی صحنه برد که آخرین اونها هفته گذشته در ونکوور کانادا بود. به دیدن محسن نامجو رفتم و در مورد تجربهش از کنسرت‌هایی که برگزار کرده سوال کردم و همینطور در مورد سبک آثاری که اجرا می‌کنه صحبت کردیم. دست بردار از این میکره سر به سری، حال بگذار و اون را پیشه فکر کنی بزنی، که فقط فکر کنی بزنی. اجراهای امریکا 6 تا اجرا پیش اومد توی سپتامبر و اکتبر و بعد از اون این سفر تور کانادا بود که به قول من هماهنگی‌هاش انجام شد و من اومدم. ولی بعد از اون من فکر میکنم که یه مقداری تا مدتی حداقل چند ماهی دست نگه دارم برای اینکه اجراهای بعدی رو با یه شکل و شمایل جدید آدم انجام بده. طبعا ترجیح میدم که با بند باشه. حالا این بند چقدر طول میکشه و چه ویژگی‌هایی خواهد داشت، چه شکلی خواهد بود، اینا چیزایی که باید همه پیش بیاد دیگه باشه. یکی از مشخصات آثار تلفیقی بودنشونه. با توجه به این فکر میکنی مخاطبت مخاطب عام هست یا مخاطب خاص؟ و خود تلفیق که مقوله‌ای که خیلی به پیش از ماها برمیگرده، یعنی خیلی خود فی نفس کار تلفیق در موسیقی کار جدیدی نیست، ولی اتفاقی که برای من به عنوان آهنگساز افتاده مثل اتفاقی که برای هر آهنگساز دیگه میفته، همچنین به عنوان یه شاعر. از یه طرف آموزشایی که دیدی و همه چیزایی که دریافت کردی مربوط به شاخه‌ای بوده که در نهایت در دل سنت قرار میگیره، یعنی من هر چی یاد گرفتم از موسیقی ایرانی بود. از یه طرف دیگه به خاطر ارتباطاتی که داری و علاقه‌هایی که خودت داری از یه سری چیزای دیگه در همین حد سر در آوردن، نه که حالا تخصص، چه موسیقی باشه چه علوم انسانی باشه چه هر چیز دیگه، یعنی اینا مجموعاً دست به دست هم داد و هر کدومش هم به یه شکلی تبدیل به یه قطعه ملودی شد یا تبدیل به یه شعر شد. بسیاری از معیارهایی رو که فکر میکنی در موسیقی لازمه که مخاطب عام رو جذب کنه، خیلی از اون معیارها رو این قطعات ندارن، ولی در این حال معیارهای خاص خودشون به شکلیه که مخاطب عام رو هم جذب کردن. مثل اینکه برای اولین بار اون مخاطب عامی که وجود داشته، خب که یکی از مشخصه‌هاش تعداد زیاد اون آدم هاست که نسبت به مخاطب خاص بیشترن، اون تعداد زیاد اتفاقا تمایل پیدا کردن نسبت به قطعاتی که تصور ما این بوده که فقط مخاطب خاص میتونه بشنودش. در بخش بعدی محسن نامجو از انتشار غیررسمی اکثر آثارش و همینطور مهاجرت به خارج از ایران میگه. که اونقدر شلوغ شد زندگی تو ایران و اونقدر حریم زندگی خصوصی مورد تهاجم قرار گرفت که من دیدم فعلا خارج از ایران باشی برای آروم بودن و برای ادامه دادن بهتره. اگر جونم یه روز